23 مارس امسال اولین سالی بود که روز جهانی بیخدایان یا آتیزم اعلام شد و این یه روزیه که اتفاقا دو سال پیش در کنفرانسی که بزرگترین گردهمایی بیخدایان از کشورهای اسلام زده که جمع شده بودن، اونجا این در این جلسه این تصمیم گرفته شد که یه روز اینچنینی برگزار بشه و خب دو سال طول کشید تا این روز اعلام شد که این 23 مارس امسال بود و سازمان‌های متفاوتی این روز رو تشکیل دادن و اعلام کردن، از آتیست‌های عرب گرفته، شورای اکس مسلم بریتانیا، شورای اکس مسلم شریلانکا، فرانسه، اردن، مراکش، اکس مسلمای آمریکای شمالی، اکس مسلمای نروژ، آزاداندیشان لبنان، یه گروهی به اسم مسلمش، اردک سیاه از مصر و گروه آتیست پاکستان و ترکیه هم و خب جمهوری آتیزم هم، اینا همه سازمانه بودن که این روز رو با هم برگزار کردن. به نظر من یک ایده و ابتکار خیلی جالبیه، به خاطر اینکه خود وجود داشتن چنین روزی توی دنیا مهمه، نه به خاطر یه روزی هم به روزهای دیگه آدم اعلام بکنه و اضافه بکنه، بلکه اینه که آزاد اندیشی رو و فکر متفاوت رو در واقع نکته تمرکزش باشه، جشن بگیره. و به خصوص اینکه این جنبش توی کشورهای اسلام زده خیلی قویه و نمایندگی کردن این منظرم در این حال خیلی مهمه و توی دنیا هم همینطور، با اینکه جنبش آتیستی وجود داشته و حضور داشته، هیچ وقت یه مرکز ثقلی نداشته. به نظر من ابتکار خیلی جالبیه و امسال هم که خیلی وسیع برگزار شد و توی کشورهای مختلف هم کارهای متفاوت رو کردن برای اینکه اینو نگردن. به نظر من کار ابتکار خیلی جالبی بود و خب میشه دید که در حالی که این اولین سالی بود که این اعلام شد این روز، خب خیلی ها در سرتاسر جهان این روز رو جشن گرفتن و ابتکارات مختلفی وجود داشت. خیلی ها برای مثال یک علامت روز آتیزم که یه دایره سبز بود، نماینده زندگی و نماینده انسانیت بود، اینو عکسش رو برداشتن و نشون دادن از کشور مختلف. یا یه کسی مثلا توی یه کشوری تو استرالیا باربیکیو داشتن، ما توی لندن هم یک اعتراضی توی خیابون داشتیم و در زم در شبش جلسه داشتیم، هم پنل داشتیم، گفتگو داشتیم و در زم دیسکو اینام داشتیم. یعنی یه روز واقعا جالبی بود برای اینکه آدما بتونن بیرون بیان به عنوان آتیست، خودشون رو اعلام کنن که آتیستن و در ضمن دفاع کنن از کسایی که تو کشوری هستن که نمیتونن به راحتی بگن بی خودان یا براشون خطرات واقعا زیادی وجود داره. آره، به نظر من خیلی جنبه‌های متفاوت داره، این که خب آتیزم به عنوان یک مسئله خیلی مهم توی جامعه بشری به رسمیت شناخته بشه، اهمیت بهش داده بشه، رسمیت داشته باشه، به نظر من خیلی مهمه. تو کشورهای مختلف مثلا میشه دید که تو کشورهایی که یک درجه از جنگ و نبرد بوده و تثبیت کرده، اینا سازمانهایی هستن که رسما به عنوان آتئیست هستن. ولی تو کشورهای اسلام زده یا کشورهای خیلی مذهبی، شما بتونید سازمان آتئیستی بخوای برگزار بکنی داشته باشی به شکل علنی، تحت تعقیب قرار میگیرن و دستگیر میشن و این تو کشورهای مختلف دیده میشه. با بخشی از این روز به نظر من اینه که در اعلام در همبستگی به دیگر اندیشان، متفکران، روشنفکران و کسایی که میخوان دنیا رو اون شکلی که هست ببینن و اینکه با شک و تردید اطرافشون رو نگاه بکنن، بتونن بازیابی بکنن، بتونن فکر بکنن در موردش، آخرین دستاوردهای بشری ببینن و به یه سری عقاید مذهبی نمیخوان در واقع تکیه بدن. و یه نکته جالبش اینه که توی تجربه واقعی مریم اینو میبینی که خیلی از جوان ها، نسل های جوان تو خیلی از کشورها مسخره کردن و در واقع تمسخر مذهب یکی از کارهای طبیعی جوان ها هست، ولی اینو به شکل چیز دادن، سازمان یافته دادن، اهمیت بهش دادن، به نظر من یک کار خیلی مهمی و خب این که روز جهانی آتیسم میتونه به این خیلی کمک بکنه. دقیقاً. بعد خب یه واقعیت اینه که روزهای خیلی زیادی هستن، خب روزهای خوبی هستن مثل 8 مارس، روز جهانی کارگر، ولی در ضمن اکثر روزهایی که
جشن گرفته میشه یا عزاداری میشه حولش، همیشه روزایی هن که مربوطن به مذهب، مربوطن به خرافه و چیزایی که واقعا ضد انسانی هن. مثلا روزی که آدم ها میرن مثلا خودزنی میکنن، یا دورایی که توی رمضان مثلا از گرسنه میمونن و واقعا بعد زیاده روی میکنن در خوردن غذا. یعنی چرا نه یه روزی باشه برای واقعا آزاداندیشی، یه روزی برای اینکه معلوم بشه که تعداد زیادی هستن که بی خودان و به خرافه و مذهب و عقاید عقب مونده پایبند نیستن و اتفاقا حاضرن که از اینا بگذرن و همونطوری که شما گفتین دنیا رو به طوری که واقعی هست ببینن. تو این حالا شما در موردش قبلا داشتی صحبت میکردی، تو کشورهای مختلف به شکلهای مختلف این رو چیز کردن، این روز رو اولین بارم هست گرامی داشتن و در موردش صحبت بکنن صحبت میکردن. بعضی جاها هستن که کارهای اعتراضی کردن، بعضی از کشورها، بعضی کشورها جمعای کوچولو جمع شدن، بعضی به شکل تک نفره اعلام کردن و گروه های مختلف. میریم من رو چیزی یا میندازی، چون مقدار خیلی زیادی من توی توییتر نگاه میکردم و توی وسایل ارتباط جمعی میدیدم اینکه به شکل خودجوش خیلی آمده بودن این در مورد این قضیه صحبت میکردن. منو یاد اون کمپین من مسلمان نیستم به این خاطر I'm an ex-Muslim because و هر کس دلایل خودشو می آورد و اینا احساسو کردم که به همین شکل آدم ها تلاش میکردن به شکلهای خودشون، به شیوهایی که خودشون انتخاب میکنن که در رابطه با آتئیسم و این در مورد این رو صحبت بکنن. و خب مشخصه که تو کشورهای زیادی به خصوص کشور اسلام زده خیلی سخته که آدم بیاد علنی بگه آتیسته و به همین دلیل مثلا این رنگ سبز میتونه یه نوعی یه علامتی باشه ولی در این حال امن باشه برای کسایی که خطراتی براشون وجود داره. و خب مهمه که ما این روز رو گرامی بداریم، به خصوص به خاطر اینکه واقعا خطرات زیادی وجود داره برای تعداد زیادی کسایی که تو ایران و عراق و عربستان سعودی و اینا به خاطر آتیسم مورد اذیت و آزار قرار میگیرن، حتی میتونن اعدام بشن. خیلی آتیستا الان مثلا آتیست ایرانی توی ترکیه هن، توی کشورهای هم مرز با ایران هن، تقاضای پناهندگی کردن و این یه واقعیت برای خیلی ها از کشورهایی که اسلام زدن. آره من فکر کنم این علنی بودنش به نظر من خیلی مهمه. توی همین جلسه لندن که برگزار شد چندین نفر اومدن علنه اعلام کردن، اولین بار بود که اومدن اصلاحی مورد صحبت کردن و در اون خواستن علنی بگن که آتئیست هستن، دگرندیش هستن، به مذهب و خرافه اعتقاد ندارن و هر کس از زاویه خودش و به مقداری که خودش چیز در واقع به شیوه خودش این قضیه رو اعلام کرد و به نظر من به رسمیت شناختن این خیلی کار خیلی ابتکار خیلی جالب بود که انجام شد. من فکر کنم این یک امیدوارم که سالهای دیگه هم این روز به سطح گسترده تری برگزار بشه و به امید روزی که دگراندیشی و آتئیسم تو دنیا جرم نباشه. فقط یه چیزی بگم که شلی سیگال یه خواننده استرالیایی که خودش هم آتیسته، پیشینه یهودی داره، ایشون یه آهنگی خونده برای مراسم ما برای اولین بار، یک آهنگ برای کسایی که از مذهب روی بر میگردونن، به خصوص کسایی که از جوامع اسلام زده از اسلام روی بر میگردونن و این آهنگ در راه به راه آزادی اسمشه و خب اینم دوست داریم الان براتون پخش کنیم و با ما باشید در شنیدن این آهنگ واقعا بسیار زیبا. For so long we've all been told to follow and obey.